بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون و باعث افتخار من هست که در یک جلسه دیگری در این دانشگاه خدمتتون میرسم. عذرخواهی میکنم که این جلسه قرار بود هفته قبل برگزار بشه، به خاطر وضعیت هوا به این هفته افتاد. این بحث دو قسمت خواهد داشت. قسمت اولش رو این جلسه عرض میکنم و قسمت دیگرش دو هفته دیگر خواهد بود. عنوان بحث، تشکرم میکنم از دو مرکزی که دعوت کننده بودن و برگزار کننده بودن، مرکز مطالعات فارسی دانشگاه UNC شپل هیل و مرکز خاورمیانه و تمدن اسلامی این دانشگاه. از هر دو مرکز من تشکر میکنم. عنوان بحث رساله سه اصل ملا صدر است. من ابتدای مقدمه‌ای در معرفی اجمالی ملا صدرا و معرفی اجمالی سه این رساله عرض میکنم و بعد وارد شرح رساله میشم. این جلسه به امید خدا نیمه اول رساله شرح خواهد شد که البته بحث اصلیش در این قسمت هست، و بحث آینده درباره نیمه دوم رساله و اشعار ملا صدراست. ملا صدرا اشعار فارسی هم داره و خوبه که در ذیل این رساله اونها هم مورد بررسی قرار بگیره. اسم ملا صدرا صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی است، متولد 979 و متوفای 1050 هجری قمری است. به لحاظ زمانی زمان ملا صدرا معاصر میشه با زمان دکارت در غرب، برای اینکه بدونیم که چه اتفاقاتی افتاده در این دو تمدن موازی خوبه که این دو متفکر رو داشته باشیم. ملا صدرا یکی از بزرگترین فلاسفه و حکمای مسلمان هست. از بین کسانی که مکتب فلسفی تأسیس کردند در بین ایرانیان و مسلمانان چند نفر هستند که شاخصند. اولش فارابی هست، دومش ابن سیناست، سومش سهروردیه، چهارمش ملا صدراست. بنابراین ملا صدرا یکی از چهار چهره اول حکمت و عرفان ایرانی و اسلامی هر دو هست. همه این چهار تا هم که ذکر کردن به نحوی مار ایران بزرگ هستن. البته فارابی اون جایی که متولد شده الان جز ایران نیست، ولی در اون زمان ایران بزرگ محسوب می شده. ولی ابن سینا که متولد همدان است، سهروردی متولد زنجان است و ملا صدرا متولد شیراز است. بنابراین سه تاشون کاملا در همین ایران فعلی هم متعلق به اون هستند. دوتای اولی یعنی فارابی و ابن سینا حکمت مشاع داشتن، پیروان ارسطو محسوب میشن. سهروردی حکمت اشراق داشته، مبتکر اون بوده، در نهله افلاطونیان قرار میگیره. ملا صدرا یک مکتب جدیدی تأسیس میکنه به نام حکمت متعالیه، که حکمت متعالیه امتزاجی است از حکمت مشاع سینوی، حکمت اشراق سهروردی، عرفان ابن عربی و تعالیم اسلام نبوی علوی. یعنی هم از تعالیم قرآنی استفاده کرده، هم از احادیث نبوی استفاده کرده، هم از احادیث علوی و اهل بیت و تشیع استفاده کرده. یک چهار راهی است که این چهار تا دو حکمت، عرفان و تعالیم دینی رو با همدیگه امتزاج کرده و یک دستگاه جدیدی درست کرده. ملا صدرا در غرب هم بسیار شناخته شده است. اولین کسی که درباره ملا صدرا به زبان انگلیسی نوشت مرحوم فضل الرحمن است. رساله دکترای او عنوانش هست ملا صدرا و همون زمان هم در انگلستان منتشر شد. الان اگر سرچ بکنید بیش از 100 کتاب میتونید درباره ملا صدرا به زبان انگلیسی پیدا بکنید. کتاب و مقالات بسیار مهمی، کاملا چهره شناخته شده است در خارج از ایران هم. درباره رساله سه اصل هم عرض بکنم. رساله سه اصل دو بار تصحیح شده. اولین بار به همت دکتر سید حسین نصر در سال 1340 در ذیل سلسله انتشارات دانشگاه تهران به مناسبت چهارمین سالروز تولد ملا صدرا
جشن برگزار شد و این کتاب اون زمان رونمایی شد. همین ویرایش ایشون چند بار تصحیح شده و آخرین بار هم توسط بنیاد صدرا منتشر شد. نکته مثبتش اینه که این ویرایش جدید توسط دکتر نصر و انتشار یافته در بنیاد صدرا آنلاین موجوده. سرچ بفرمایید میتونید متن کاملش رو داشته باشید و لااقل برای جلسه بعد با مطالعه هم در اینجا تشریف بیارید. تصحیح دیگرش توسط محمد خواجوی انتشارات مولای تهران صورت گرفته در سال 1384. این رساله یک مقدمه داره و چهار باب داره، یا چهار باب و فصل داره، چون ملا صدرا خیلی در تنظیم فرد مرتبی نبوده و لذا هم از باب استفاده کرده هم از عنوان فصل استفاده کرده. درباره اهمیت این رساله عرض بکنم، این رساله تنها رساله فارسی ملا صدراست، یعنی ملا صدرا همه آثارش رو به عربی نوشته الا این رساله و اشعارش و یکی دو تا نامه، یعنی تمام آثار فارسی ملا صدرا همین هاست. این رساله، مقدار شعر و دو سه تا نامه به استادش میرداماد. اساتیدش هم اشاره بکنم، ملا صدرا در اصفهان درس خوند، در کهک قم تبعید شد یا خود تبعیدی کرد و در شیراز در انتهای عمرش تدریس و تألیف کرد. سه مرحله زندگی هم داشته. اون زمان اصفهان پایتخت ایران بوده دوران صفوی و ملا صدرا به اونجا رفته، دو تا استاد بزرگ داشته، شیخ بهایی که در منقول یعنی در فقه و اصول و امثال و پیش ایشون درس خونده به مرتبه اجتهاد رسیده و در معقول یعنی در حکمت نزد میرداماد درس خونده. برخلاف استادش میرداماد که بسیار مغلق مینوشت، به گونه‌ای مینوشت که کسی نفهمد، یعنی اونها که نباید بفهمند نفهمند و مزاحمش نشن، ملا صدرا اشتباه کرده، حالا میگیم اشتباه، و بسیار روان مینوشت و همه میفهمیدن. عربی هم که مینوشت روانه، فارسی هم روانه، لذا نه فقط اهل علم میفهمیدن، اونها هم که نباید میفهمیدن میفهمیدن و برای همین برای میرداماد خیلی تا آخرش ایشون در عزت و جاه و امثال هم زندگی کرد. اما ملا صدرا همیشه تحت فشار بود. تحت فشار کی؟ این رساله هنرش اینه، تحت فشار همونها که بود رساله سعص علیه اونها نوشته شده که حالا توضیح خواهم داد. بنابراین نحوه نگارشش هم بسیار روانه. در آثار فلسفی فارسی هم این رساله جایگاه مهمی داره. اکثر رساله ها و کتاب های فلاسفه ما به زبان عربی نوشته شده، اما تعدادی از اونها به فارسی نوشته شده. برخی از اینا رو من اشاره میکنم که بدانیم که فارسی این به اصطلاح گنجایش رو داشته، گنجایش این که زبان علمی روز هم باشه داشته. دانشنامه علایی یکی از مهمترین کتاب های ابن سینا به زبان فارسی نوشته شد و الان وقت ما اون رو میخونیم برخی کلماتش رو ممکنه متوجه نشیم، مثل فارسی دری برای ما میمونن، اما اکثرش رو میفهمیم و بسیار زیباست. رساله های سهروردی که در همین جا بحثش کردیم در همین مکان یکی دو سال گذشته، خب تمام این رساله های عرفانی به فارسی نوشته شده و بسیار بسیار زیباست. و غیر از اونها آثار برخی آثار ناصر خسرو هست، بابا افضل کاشانی یکی از زیباترین کارهای فلسفی به زبان فارسی مال اون هست، دوانی و محمود دهدار و میرداماد و ملا عبدالرزاق لاهیجی شاگرد ملا صدرا، اینها هم رساله های به فارسی در حوزه عرفان دارند. ملا صدرا دو تا شاگرد مهم هم تربیت کرده که هر دو دامادش هم شدن و اسم هر دو هم لقب یکیش گذاشته فیض و لقب دیگری فیاض. ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی هر دو جز بزرگترین نویسندگان و حکمای ایران هستند و شاگرد ایشون بودن. تفکر ملا صدرا تا حدود دو قرن ممنوع بود، یعنی حتی در حوزه اصفهان و شیراز هم امکان گسترشش نبود و بعد از دو قرن در حوزه اصفهان ملا علی نوری اولین نفری بود که بعد از نزدیک دو قرن شروع به تدریس حکمت مطالعه کرد. و جالب است بدونیم که امروز حکمای معاصر ما
به ملاس به این که تفسیر قرآن رو بر مبنای ملا صدرا بکنند افتخار میکنند. یعنی فاصله قرن 12 که ملا صدرا جزء کتب ممنوعه بود و بعدش امروز که همه افتخار میکنند که به روش او بخوان کار رو دنبال بکنند و بحث فلسفی و عرفانی رو دنبال بکنند. در حال ملا صدرا امروز شاخصترین فیلسوف ایرانی است، یعنی ابن سینا یا سهروردی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ایران به میزان ملا صدرا رواج ندارند، ولی ملا صدرا کاملا زنده هست و توانسته همه مزایای ابن سینا و سهروردی رو در خودش هضم بکنه و دستگاه جدید فلسفی رو ایجاد بکنه. ملا صدرا بعد از اینکه تحصیلش تمام میشه احساس میکنه که نمیتونه دیگه توی اصفهان زندگی بکنه. اصفهان اون روز خود به اول علمی ایران بوده. علتش هم این بوده که آرایش با معاصرین خودش متفاوت شده بوده و علمای ظاهری، متکلمین، فقها آرای او رو نمیپسندیدند و ملا صدرا اهل رفتن به دربار هم نبوده. یکی از مهمترین امتیازات ملا صدرا نسبت به بقیه علما اینه که اول هیچ کتابش به نام هیچ شاهی شروع نکرده، در حالی که اکثر قریب به اتفاق متکلمین، فقها، فلاسفه میبینیم یک صفحه، دو صفحه در مدح شاه زمان خودشون نوشتن. اگر نمی نوشتن کتابشون منتشر نمی شد. ملا صدرا این پی رو به تن خودش مالید و از اصفهان رفت بیرون. دید نمیتونه. دو نکته رو نخواست تحمل بکنه. یک، آرای علمای ظاهری که حالا بیشتر تو این رساله، تمام این رساله در نقد اون خواست بهش خواهم پرداخت. یکی دیگه هم حاضر نشد با قدرت سیاسی زمان خودش که شاهان صفوی بودن هیچ متی از اونها بکنه. محترمانه خارج شد. دیدن دیگه ملا صدرای نیست، به اصطلاح از شرش راحت شدن و ساکنان یک دهی به نام کهک در حدود 70 کیلومتری قم هست الان. دیدن خودش هم معرفی نمی‌کرد، نمی‌دونستن که یک آقای خیلی مقدسی آمده اونجا که در کنار روزها عبادت می‌کنه، مطالعه می‌کنه. یک غاری اونجا بود، می‌رفت در اونجا ریاضت می‌کشید و 7 سال تا 15 سال این دوره طول می‌کشه. هیچ کسی از ملا صدرا خبر نداره. ملا صدرا است و خانواده‌اش و در اوج گمنامی داره کشف و شهود می‌کنه، ریاضت می‌کشد و خودش رو آماده فی الواقع امور معنوی آینده میکنه. بعد حاکم شیراز خلاصه الله بردی خان میبینه خب همچون همشهری داره، همچون عالمی است و میره از ایشون خواهش میکنه و به شیراز دعوتش میکنه. مدرسه است در شیراز به نام مدرسه خان. میگه مدرسه رو من برای شما ساختم، تشریف بیارید اینجا تدریس کنید. ملا صدرا بعد از این دوره دوم که دوره ریاضت و انزوا هست به شیراز میاد، شروع میکنه تدریس کردن و تا آخر عمرش در حال تدریس و تعلیف. اکثر قریب اتفاق کتاباش رو هم در شیراز نوشته و از دنیا میره. 7 بار پیاده سفر خانه خدا میره که در سفر 7 در بصره از دنیا میره. قبرش هم مشخص نیست کجاست، چون همیشه گمنام زندگی میکرده، به احتمال قوی در بصره است. یک نکته هم عرض بکنم از قسمت بیام بیرون، اینکه اساتید من حوزه تحصیلم حکمت مطالعه است در دانشگاه، دکتریم در همین رشته است. بعد اساتید من نقل میکردن آقای دکتر غلام رضا اعوانی میگفت با دکتر نصر زمانی که قرار بود بزرگ داشته برای ملا صدرا بگیریم ما رفتیم شیراز قبل از انقلاب، مدرسه خان رو که ببینیم مدرسه کلاسی که ملا صدرا درس میداده کجاست و عکس بگیریم و این مدرسه رو بازسازی کنیم. خرابه شده بود و این طلبه هایی که اونجا بودن آمدن دور ما و گفتن خب برای چی اومدید؟ ما خب ناپرهیزه کردیم، گفتیم برای بزرگداشت ملا صدرا. تا کلمه ملا صدرا از زبان ما بیرون اومد لعنت الله علیه و شروع کردن علیه ملا صدرا در مدرسه ای که برای ملا صدرا ساخته شده بود، شروع کردن لعن فرستادن و ابراز تظاهرات چیز مانند کردن که نه باشید برید و ما ملا صدرا رو قبول نداریم. الان اون مدرسه به هر حال هنوز دست به این
میخوام بگم که ملا صدرا هنوز بعد از چهار قرن هم که ازش گذشته به خاطر آراء فلسفیش همچون برخورد نادرستی باهش صورت میگیره. خب یکی از آرایش ملا صدرا ابتکارات متعدد داشته، یه ابتکار نداشته، دو ابتکار نداشته، بحث اصالت وجود داره، بحث تشکیک وجود داره، بحث وحدت وجود داره، بحث حرکت جوهری داره، بحث اتحاد عاقل و معقول داره، که اینا درس های عالی ترین مرحله دوره دکتری فلسفه در ایران و حوزه های علمیه شیست. و این کسی که این همه اهمیت علمی داره هنوز مخالفین داره و به هر صورت نمیتابن، به خصوص روی مسئله وحدت وجود که هم با ابن عربی مخالفن هم با ایشون مخالف هستن. به هر حال مخالفین جدی دارد، موافقین جدی هم دارد. حالا ما بحثش میکنیم که آشنا بشیم با این رساله که ملا صدرا چی گفته که همچون موجی رو ایجاد کرد، به اصطلاح ایجاد کرده در جهان اسلام و در ایران و کشورهای دیگه. این رساله سه اصل، حالا این سه اصلش هم توضیح میدیم که یعنی چی. این رساله فارسی انتقادی است، انتقادی در دفاع از عرفان و نقد علمای ظاهربین، اصطلاح نقد متکلمان و این کسانی که با یک تقسیمی میکنه، میگه ما علم مکاشفه داریم و علم معامله داریم. علم مکاشفه یعنی کشف و شهود، یعنی عرفان، یعنی علم باطن، یعنی باطن دیانت و رسیدن به خداوند، تقرب به خداوند. یه علمی هم داریم، این علم معامله هست. معامله یعنی در دنیا کسب کردن. حالا دکان ها فرق میکنه، یکی دکان نانوایی داره، یکی دکان بقالی داره، یکی هم دکان علم و دین داره و با این دکان داره ارتزاق میکنه. کاری که ملا صدرا تو این رسانه انجام میده، این دکانداران به نام دین و علم رو نقد ساختاری میکنه. میتونم به جرأت بگم کمتر رساله شما پیدا میکنید که از این موضع وارد بحث شده باشه، یعنی به شدت به لحاظ علمی فلسفی و عرفانی قوی است، به لحاظ سیاسی هم کنایه های بسیار تند و تیزی داره که من الان آماده کردم میخونم تا بدونید که ملا صدرا چه کشیده در اون زمان. زمانی که من اولین بار این رساله رو خوندم، من برای خودم هم یه خاطره دارم. من این رساله رو در زندان اوین خوندم و بعد زمانی بود که داشتم یکی از پیروان ملا صدرا به نام آقای مدرس رو تصحیح می‌کردم، رساله دکتری خودم هم در مورد قم بود. بعد توی اونجا این مقدمه داره ملا صدرا، مهمترین کتابش اسفاره، یک کتابی است که جزء افتخارات فلسفی ماست، از مفاخر فلسفی ماست. مقدمه این کتاب مقدمه بسیار سوزناکی است. اونجا گفته که چه بر سرش آوردن. میگه کسانی که تحمل شنیدن حقیقت رو ندارند، هر چیزی که مخالف نظر خودشون باشه رو متهم میکنن، محکوم میکنن، فشار میارن تا اینکه فرد از عقیده خودش برگرده. و بعد اشعاری هست که من اینا رو در جلسه بعد میخوام برای شما بخونم، چون امروز خیلی حرف برای گفتن داریم. این قسمت سیاسی ترش رو گذاشتم برای جلسه دوم، که اون اشعار یکی از یعنی شما از اشعار حافظ رو علیه دوران خودش، ریاکاران دوران خودش اگه شنیده باشید، ملا صدرا به مراتب تندتر نسبت به این دکانداران دین و علم حمله کرده و اونها رو رسوا کرده. این تو بخش دوم سخنم خواهد بود جلسه. اما بخش اول، بنابراین این رساله یکی در دفاع از کشف و شهود و عرفان و علم باطن هست، یعنی مکاشفه، و یکم نقد علم معامله هست. علم معامله میتونه فقه باشه، میتونه کلام باشه، میتونه فلسفه باشه، میتونه هر علمی باشد که برای مقاصد دنیوی به کار گرفته شده باشه. اما چرا این رساله رو بهش سه اصل گفته؟ حالا به حرف خودش میرسم، اما اولش به شما بگم که منظور از سه اصل چیه؟ منتظرتون نگذارم، بعد شرح این سه اصل رو میدیم. این سه تا اصل با کلمات خود ملا صدرا اینه، میگه تمام امور دیگه به این سه تا اصل برمیگرده. ما اگر یه چیزی داشته باشیم به نام فضائل، یه چیزی هم داشته باشیم به نام رذائل،
اگه بخوایم مادر هر کدوم از اینها رو پیدا بکنیم، بگیم که پایه رذیلت ها، زشتی ها، انحراف ها در انسان چیه؟ ملا صدرا میگه سه تاست. سه اصل است که این پایه هر چیز، هر انحراف از حق با این سه تا مشخص میشه. این رساله در توضیح اون سه تا اصله. این مال اون دوره نیست، مال این دوره هم هست، مال دورهای بعد هم هست، مال همیشه هست. ببینید میشه به این سه تا چیز افزود و بعد این توضیحش میده و بعد هم شعبش رو ذکر میکنه، شعب این سه تا. پس سه تا اصل که باعث انحراف از حقیقت میشه، اون اصول چی هست؟ اصل اول با کلمات خودش، اصل نخست جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی است. اولین اصل این که انسان خودش را نشناسد، خودشناسی. اگر کسی خودش را نشناسه، حالا خواهیم خوند، خودش را هم نمیشناسه، و کسی که نه خودش بشناسه، خودش هم نشناسه، آخرت هم نمیشناسه. کسی که نه خود را بشناسد، نه خدا را بشناسد، نه آخرت را بشناسد، پس چه چیز را میشناسد؟ این اولش از جهل شروع میکنه. مادر همه مشکلات و زلالت ها و گمراهی ها جهل است. اما چه جهلی؟ و مهمترین چیزی که ما داریم خودمون هسته، نفس آدمی است. کسی خودش را نشناسد واویلاست. حالا توضیحش را خواهم داد، این میشه اصل اول. اصل دوم، خب باز کلمات خود ملا صدرا، خب به جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات. این که انسان به دنبال جاه طلبی باشه، به دنبال هدف اصلیش کسب مال باشه، اینکه مال لازم است برای زندگی، اینی درش تردیدی نیست، اون به عنوان اصل ثانوی، امر ثانوی مشکلی نداره، اما اینکه هم هدف غاییش این مسئله باشه. و اینکه فقط زندگی رو در لذات دنیوی منحصر بداند و فکر نکند که بعد از این دنیا هم خبری هست و اونجا هم باید پاسخگو باشد. این میشه دوم، اصل دوم. اصل سوم با کلمات ملا صدرا میگه تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وا می نماید. و ادبیات چهار قرن قبل میگه که اولی اصل علمی بود، جهل به خود. اصل دومی گرایش انسانی بود، این که انسان خوب به جاه و مال و مقام داشته باشه. اصل سوم این که تحت تأثیر نفس اماره و شیطان قرار بگیره و افسارشو به دست اونها بده. کاری هم که اونها میکنن چیه؟ این که درست رو به جای نادرست، خیر رو به جای شر به ما نمایش میدن و عملا ما میزان کارمون عوض میشود. یعنی اگر فکر بکنیم چیزی که بد است باید انجام بدیم، چیزی که خوب است باید ترک بکنیم، خب همه چیز عوض میشه. این میگه از کارهایی هست که نفس اماره انسان میتونه انجام بده. اما در استقلال این ستا از همدیگه توجه بکنیم، این ستا کاملا متفاوتن از هم. اولی علمی است، دومی اخلاقی است، سومی این که انسان میتونه حب جاه و مقام داشته باشه یا نداشته باشه، اما به حرف نفس امارش گوش بکنه یا نکنه، پیروی شیطان بکنه یا نکنه. حالا اگر شما به شیطان هم قائل نیستی، بالاخره این صدای اندرونی رو میشنوی که گاهی میگه بکن، گاهی میگه نکن، گاهی وسوسه میکنه، گاهی امر میکنه. ما هممون داریم این صدای درونی رو، وجدان رو داریم. این همون وجدان انسان است که به هر حال در روانشناسی هم بیشتر از بیشترین بحث در موردش شده و استاد اینجا تشریف دارن و میتونن ما رو هدایت بفرمایند. به هر حال این کتاب غیر از این مقدمه 14 باب هم داره. ملا صدرا بعد از این یک مقدمش کلو توضیح خواهم داد، طی سه بابش این سه فصل رو توضیح میده. اولی مفصله، بعدیاش کمی مختصر داره. سه باب بعدی یعنی باب چهارم تا ششم فروعات این سه تاست که اینا رو من این جلسه عرض خواهم کرد و در بابهای بعدی هم مسائل مترتبه بر اونها مورد بحث قرار میگیره. حالا برای اینکه به همه مواردش برسیم،
عناوین باب‌ها رو هم عرض کردم، خلاصش رو دیگه الان بهش نمی‌پردازم. یک، چون بس کتبی رو من تمامش نوشتم، حالا بعد منتشر خواهم کرد، خلاصه از کل رساله‌ام تو یک صفحه آوردم که اگر یک کس خاص تمام رساله رو فرض کنه تو یک صفحه، هر بابش رو تو یک پاراگراف هم آشنا بشه که چی گفته اون رو بود. اما مقدمه، حالا میخوام کلماتی از خود ملا صدرا بخوانم و ببینیم چی گفته و توی هر قسمت چی. مجموعه بحثم هم حالا سه قسمتشو گفتم، هفت قسمت دیگه داریم، مقدمه و شش باب این رساله رو میخوام بحث بکنم، ناظر به متن هم پیش ببریم. در مقدمه من مجموعاً شش نکته خواهم گفت. اما نکته اول، ملا صدرا هم از اشعار شعرهای بزرگ استفاده کرده، هم از اشعار خودش. شعر خودش هم راستش رو بگم خیلی قوی نیست، مثل یعنی نوعاً حکیمان بیشتر توجهشون به معنا بوده، خیلی به لفظ توجهی نداشتن، اما به لحاظ معنا خب خیلی بالاست. خب اشعار از مولوی و روسعدی و دیگران هم داره، حالا به گویندش کار نداریم، بیشتر به محتواش کار داریم. وقتی شروع میکنه اول ببینید میخواد با خدا راز و نیاز بکنه، بعدش هم میره سراغ پیغمبر، اما راز و نیازش هم با خدا داره، یک خلاصه کنایه‌ای میزنه به وضعیت دوران خودش. حالا توجه بکنید شما با من در این زمینه موافقید یا نه، داره تسبیح خدا میکنه، حمد خدا میکنه اما به زبان خودش. خداوند را عجب رسمی نهادی، که دیوان را به بالا ره ندادی. کشیدی بحر ابلیسان یکی صد، که کس ننهد برون گامی از این حد. بر این یعجوج طبعان بدائین، کشیدی از جهالت صد روئین. بر این دلهای همچون آهن و سنگ، بشد راه زمین و آسمان تنگ. خب بگم که ببینید، این که به خدا میگه که خدایا بارکلا عجب رسم خوبی دادی، در ملکوت و جبروت و لاهوت فقط کیا میتونن بیان؟ فقط کروبین و ملائک و پاکان میتونن بیان، هیچ فرد ناپاکی رو تو اجازه ورود بهش ندادی. اما خدای خبر نداری لاهوتت هیچ دیوی توش نیست، اما تو این ناسوت ما پر از دیوه. همه مسئلهش همینه. من دوباره بیت اولش رو میخونم تو حالا ببینیم چی گفته. خداوند عجب رسمی نهادی که دیوان را به بالا ره ندادی. خب یعنی چی؟ یعنی پایین پر از دیوه، خدایا چه کارشون بکنی؟ حالا دیوان ها چی هستن؟ حالا دیوان ها باشون آشنا میشه. بعدم اونجا اشارش به آیه یعجوج و مأجوج در سوره دوم قرآن که اینها آمده بودند و مشکلاتی درست کرده بودند، که بعدم ذوالقرنین میاد تو اون سدی درست میکنند و مقابل اینها که یعجوج و مأجوج نتونن بیان یه مشکل درست بکنن، میگه ما هم برای در مقابل این دیوان زمینی، دیوان انسی، انسانی باید یه فکری بکنیم. حالا فکرمون همین چیز هست که میخوام توی رساله بگیم. این با اینجا شروع میکنیم. بعد جناب ملا صدر حالا ذیل همین نکته اول، خودش قائل به عرفانه، به علم باطنه، به کشف و شهوده، به علم قیل و قال و جدل و اینها، چه عقلی چه نقلی چندان اعتقادی نداره. برای همینم با علمای زمانه خودش خلاصه مشکل داشته. باز همینجا هم خب خیلی رنج کشیده، شوخی نیست آدم 10 سال بره توی یه تبعیدگاهی مثل توی دهی کهک از بطن علمی خارج بشه و ببینید چه فشاری حالا بهش آمده. اینجا میگه که ما تو قرآن داریم که ما کتاب فجار داریم، این نه کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. خب اینا رو داره حالا به شعر کشته، میگه که دائم از سجین کند کسب علوم، از حواس خود که فجارند و شوم. لوح حس سوزد در آتش همچو خس، از چنین لوحی چو خواهد علم کس. داره نقد علمای رسمی میکنه، نقد قیل و قالی ها میکنه، نقد جدلی ها میکنه، نقد فیلسوفان و متکلمان میکنه. میگه که شما همش دارید از سجین، یعنی از جهنم، از چیزی که شما رو به خیر نمیرساند کسب علم میکنید، کسب دانش میکنید، کسب خرد میکنید.
از حواس خود، یعنی کسی که تمام علومش رو صرفاً منحصر از حواس بخواد بگیره و به کشف و شهود یا حواس باطنی مراجعه نکند، به نظر ایشون میشه چی؟ شونگ. اینم علمای ظاهری دوران خودش میکنه. میگه لوح حس هست، سوزد در آتش همچو خس. چیزی که تو از حست میگیری، از حواس ظاهریت میگیری و به حواس باطنی توجه نمیکنی، ملا صدرا منکر حواس ظاهری نیست، اما میخواد تعادل ایجاد کنه بین حواس ظاهری و حواس باطنی، که حواستون باشد ما حس باطن هم داریم، باید به اونم توجه بکنیم. میگه کسی که فقط خودشو منحصر به حواس ظاهری بکنه مثل خس و خاشاک میمونه. از چنین لوحی هرگز علم در نمیاد. خود راحتتون بکنم، چه علمی در نمیاد؟ علم حال در نمیاد، علم قال در میاد، اما علمی که باعث تحول روحی انسان باشد در نمیاد. این نکته اول بود که برای آشنایی با مسئله. اما نکته دوم که کمی خلاصه بسیار انتقادی است، در صفحه 7 رساله در مقدمه میگه بعضی از دانشمند نمایان پرشر و فساد و متکلمان خارج از منطق ثواب و حساب و بیرون از دایره سداد و رشاد و متشرعان بری از شرع و انقیاد، منحرف از مسلک اعتقاد به مبدا و معاد، افسار تقلید در صرف کنده نفی درویشان شعار خود کردند و دائما در مذهب حکمت و توحید و علم راه خدا و تجرید که مسلک انبیا و اولیاست میکوشند. همی عبارتش سنگین است برای الان، که طولانیه. حالا اگه بازش بکنید ببینید چه بمباران کرده فلواقع طرف مقابل خودش. اول میگه دانشمند نمایان، افرادی هستن اینا ظاهر دانشمند دارن اما اینها جاهلانی بیش نیستن. دانشمند نمایان پرشر و فساد. یک، متکلمان. متکلم یعنی کسی که علم کلام، علم اعتقادات رو داره میخونه و تدریس میکنه و بحث میکنه. حافظان رسمی مذهب، متکلم حافظان رسمی مذهب است. متکلمان خارج از منطق ثواب و حساب، یعنی اینا نه حساب سرشون میشه نه منطق سرشون میشه، اینا بیرون از دایره درستی و رشد هستن. گروه سوم، دسته اول دانشمند نمایان، دسته دوم متکلمان. ببینید حالا نقد چقدر جدی. دسته سوم متشرعان نامشروع، متشرعانی که فاقد شریعت اند. خب داره فقها رو میگه، فقهای ظاهری عصر خودش رو میگه. میگه اینا میگن ما متشرعیم، دارن دکان شریعت باز کردن اما بری از شرع اند. شریعت پیش اینا نیست، شریعت جای دیگری است. اینها مبرای از انقیاد هستن، یعنی منقاد خداوند نیستن، منقاد پیامبر نیستن، از مسلک اعتقاد به مبدع و معاد واقعی منحرفند. میگن به نام خدا میرن منبر، به نام مبدع و معاد سخن میگن اما خداشناس نیستن. این فراوان مکرر توی رساله ذکر کرده. اینا خودشون رو مجتهد میدانند.